امروز به خاطر این رویداد بسیار ارزشمند آیدکس کرمان حضور پیدا کردم، صمیمانه قدردانی میکنیم. انشاءالله که با برگزاری این همایش ها و معرفی ظرفیت ها و توانمندی های ایران اسلامی و کلیه استان های کشور بتوانیم اون اهدافی که همیشه در دل همه ملت ما در راستای توسعه اقتصادی، توسعه فرهنگی و اجتماعی وجود دارد، بتوانیم به نقطه های مطلوب دستیابی داشته باشیم. می‌توانم بر اساس قوانین فعلی کشور حل بشود. در سه تا پنل متفاوت به صورت بسیار مسترده در مورد این قضیه صحبت می‌کنیم. یکی در مورد مصر است، یکی در مورد فولاد و یکی به صورت خاص در مورد مرغم صحبت می‌کنیم. من وقت تمام است، در مورد این سوالم برشش است. خیلی ممنون هم از توجه شما و حوصله شما هم از توضیحات تکنیکی فرزین و آرش عزیز. یک مجوز محیط‌زیستیه که همیشه توپ رو در زمین محیط‌زیست می‌ندازه. این مجوز محیط‌زیستی وقتی داده میشه آلمانه شما اگه میانگین تریود و هم دوره مجوزهای محیط‌زیستی رو ارزیابی بکنید سابقه نداره. در این دولت دوره عکس اعلان مجوزهای محیط‌زیستی حد اکثر دو ماهه بوده. ولی ببینید بزرگوارا همونجور که یک طرف در مجوز به شما داده شده، طرف دیگه حتما از شما تعهداتی خواسته. ما در عین اجرای پروژه، در قبل از اجرای پروژه کاملا فرآیند رو بررسی میکنیم، کاملا ارزیابی میکنیم، حتما سعی میکنیم شرایط مهیا بکنیم شما بتونید توسعه در خور داشته باشید. استان کرمان توسعه یافتگیش در خور استان نیست، در خور داشته های کرمان نیست. نیروهای انسانی کرمان، سرمایه های انسانی کرمان، پتانسیل های خدادادی کرمان که در خیلی از ضرایب کرمان در حقیقت اولین های کشور است، ولی متاسفانه در مورد چهره شهر و توسعه یافتگی و اون در خور مردم این دیار کرمان هست شایسته اون انجام نشده. بحث سواد مالی رو که آقای دکتر فلاتو هم فهمیدن، ما چند سری انجام دادیم در استان کرمان و این آمادگی رو داریم که به صورت گسترده تری سواد مالی رو چه در مدارس و دانشگاه ها و چه در بین موقع های اقتصادی انجام بدیم و گسترش بدیم با تمام ظرفیتی که مجموعی افغان بازار سرمایه دارن در این حاضر کمک میکنیم. بحث بعدی این شرکت های سامی آن پروژه است که الحمدلله یکی از شرکت های سامی آن پروژه در حوزه صنایع فلزی کارهای نمایش داره انجام میشه و در حال تمدیدات هزینه نویسی اون هستیم که امیدواریم به زودی هزینه نویسی انجام بشه. بحث مربوط به تأمین مالی جمعی که تا سال گذشته به صورت تقریبا سندباکس و پایلوت داشت اجرا میشد، امسال در همین اول هفته ما میزان تأمین مالی جمعی برای هر پروژه رو به دو برابر افزایش دادیم. تأمین مالی جمعی برای شرکت‌های کوچک متوسط هست که انشاءالله در سال جاری می‌خوایم دامنه این رو گسترش بدیم و حداقل 4-5 برابر بتونیم در سال 1403 این کار رو انجام بدیم. ما برای سال 1403 یک هدف گذاری در واقع بسیار بزرگی گذاشتیم که در سال 1403 میخواییم عدد تأمین مالی از بازار سرمایه رو دو برابر سال 1402 انجام میدیم و قریب به 1600 همت هدف گذاری کردیم. بسیار بسیار سخته با توجه به شرایط بازار سرمایه. همین امروز که من خدمت شما هستم، دوستان خب بعضا اعتراض میکنن که شما وضعیت بازار خرابه، شما کرمان چیکار میکنید، رفتی سفر. خب ما یکی از مسئولیت ها و معمولیت های اصلی همین هست که بین فعالان اقتصادی
مسئولین تصمیم گیرندگان حاضر بشیم، هماهنگی‌ها رو انجام بدیم که انشاءالله ما از این فضا خارج بشیم. فضایی که در حال حاضر در بازار سرمایه. بسم الله الرحمن الرحیم. تشکر میکنم از برگزار کنندگان این همایش که توی زمینهای مختلف خصوصا سرمایه گذاری قدم خوبی رو برداشتن. به نظر من با توجه به شعار امسال که جهش تولید هست و مشارکت مردم و پررنگی این آیدکس هم به مشارکت بخش خصوصی در زمین سرمایه گذاری اتفاق مبارکی میتونه باشه. ما بند مسئول اتاق مشترک بازرگانی ایران و آفریقا هستم که ظرفیت این قاره با توجه به اینکه 55 کشور داره و 1500 میلیارد دلار درش گردش مالی هست، به نظرم میتونه زمینای خوبی را از استان کرمان درگیر خودش بکنه، چه تو زمینه کشاورزی که شرایط خوبی استان داره، چه تو زمینه معدن که با توجه به اینکه 26% معدن کشور در استان هست میتونه هم افزایی خوبی در قاره آفریقا داشته باشه. به نظرم اگر توی بحث صادرات فرصت دیگری پیش بیاد که ما بتونیم با فعالای اقتصادی که توی خصوصا تو این دو زمینه، یکی ارزم بزرگ شما معادن و یکی هم کشاورزی و همچنین تو زمینه های حالا صنایع دستی خوبی هم استان داره، توی این سطح زمینه میتونیم در خدمت فعالای اقتصادی استان باشیم که برای صادرات، صدور خدمات فنی و مهندسی و به اصطلاح دانش فنی خصوصا تو زمین های دانش بنیان هم ظرفیت های خوبی است. انشالله بتونیم قدمی با دوستان عزیز اتاق و بقیه مجموعه اقتصادی استان برداریم.